59مین سالگشت اعدام دکتر حسین فاطمی است، حقوقدان، روزنامه‌نگار و وزیر خارجه دکتر مصدق. متولد 1296 در ناین، استان اصفهان. خانواده روحانی و سنتی، پدرش سیف العلماء از ملاهای معروفه. حسین فاطمی دوره تحصیل ابتدایی رو در ناین میگذرونه، بعد میره اصفهان، هم درس میخونه و هم تو روزنامه کار میکنه. چند سال بعد تو تهران کار با روزنامه رو ادامه میده، روزنامه ستاره مال احمد ملکی، و به محض باز شدن فضا شهریور 20 خودش یه روزنامه منتشر میکنه، باختر امروز. 24 سالشه. با محمد مسعود که روزنامه مرد امروز رو منتشر میکرد رفاقت نزدیکی داره. محمد مسعود که نظر مالی زیر پروبال حسین فاطمی رو میگیره تا بره فرانسه و با دکترای حقوق برگرده ایران. سال 28 حسین فاطمی در خونه مصدق در احمد آباد پیشنهاد تشکیل جبهه ملی رو میده. جبهه ملی رسما در 10 آبان 1328 اعلام موجودیت میکنه و ارگانش میشه باختر امروز. اسفند 1329 لایحه ملی شدن صنعت نفت مجلس میره و تصویب میشه. دکتر فاطمی درباره نقش مطبوعات در ملی شدن صنعت نفت سخنرانی میکنه. از من خواستند که نقش مؤثر و نافذ مطبوعات در کار ملی شدن توضیح دهند که قلمهای رشید و شجاع و وطن پرست در این مبارزه مقدس حاکم سلیم و شهید بودند. نمیدانم عطار به بقام به تبدیل فروش یا مستخدم دولت به تاگر به مالک هم وقتی برای چند ساعت استراحت به رخت خواب می روند مرتبا در اطراف کار روزانشان فکر می کنند و مثل روزنامه نویس های حقیقی برای فردای نزدیک خود نقشه فعالیت و مبارزه می کشند. همه کس می تواند اگر یک روز خسته یا مریض شد از خانه و بستر بیرون نیاید. مهمترین و سخت‌ترین امور اجتماعی تعطیل و تأخیر بردار است. غیر از روزنامه که مثل عقربه ساعت منظم و دقیق باید گردش و سرعت همیشگی خود را طی کند. کمتر از 3 ماه بعد در 30 اردیبهشت 1330 که مصدق می شود نخست وزیر، حسین فاطمی می شود معاون پارلمانی او و سخنگوی دولت مصدق. 25 بهمن 1330 محمد مسعود ترور می شه و سر مزارش حسین فاطمی داره سخنرانی می کنه که ناگهان محمد مهدی عبدخدایی با هفت‌تیر می خواد ترورش کنه که خیلی دقیق عمل نمی کنه و حسین فاطمی رو می برن بیمارستان. عبدخدایی که از اعضای فدایان اسلامه و دبیر کل جمعیت فدایان اسلام، اون موقع 15 سالش بوده، میگه آرام اسلحه را کشیدم و به طرف دکتر فاطمی گرفتم، ماشه را چکاندم و صدای آخ را شنیدم. فاصله من با دکتر فاطمی حدود 1 متر خورده ای بود. این ماجرا در 26 بهمن سال 1330 ساعت 3 یا 3:30 بعد از ظهر اتفاق افتاد. فقط 1 گلوله شلیک کردم و اسلحه را انداختم زمین و آمدم کنار. حالا چرا فدایان اسلام میخواستن فاطمی رو ترور کنن؟ از مهمان برنامه خواهیم پرسید، ولی نکته اینجاست که به قول مصدق فاطمی نخستین کسی بود که پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران را ارائه داد. ترور کننده حسین فاطمی هم الان میگه اصلا ملی شدن صنعت نفت نتیجه ترورهای فدایان اسلام بود. رادیو رو باز کردیم، گفتن امروز سپهبد علی رزمارا نخست وزیر توسط 3 گلوله به وسیله شخصی به نام عبدالله موحد رستگار کشته شد. بعدا معلوم شد اسمش خلیل تماسبی. همون شب که رزمارا کشته شد سهام شرکت بریتیش پترولیوم انگلیسی 10% در تمام بورس ها تنزل کرد. تمام خبرگزاری ها مخابره کردند قشریون مذهبی رزمارا را زدن به خاطر نفت. در 24 اسفند ماده واحده آقای دکتر مصدق به مجلس فرستاد به خاطر سعادت ملت ایران نفت در سراسر کشور ملی می شود.
همون مجلسی که به رزمارا رأی اعتماد داده بود، همون مجلسی که رزمارا آمده بود گفته بود ملت ایران لوله هنگ نمیتواند بسازد، چگونه میتونه صنایع نفت آبادان را اداره کنه، همون مجلس به اتفاق آرا به نفت ملی شدن رأی داد. چون در 18 اسفند همون سال نواب صفوی نامه با مرکب قرمز به تمام نمایندگان مجلس نوشته بود اگر به ملی شدن نفت رأی ندهید سرنوشت رزمارا است. حالا این موضوع رو هم راست و دروغ این موضوع رو هم یادمون بمونه که چند دقیقه دیگه با مهمون برنامه صحبت کنیم دربارش. مقدمتا بگم که علی‌رغم آنچه دبیر کل جمعیت فدایان اسلام میگوید، دست فدایان اسلام در این موضوع در برخورد با مسئله ملی کردن صنعت نفت، در برخورد با مخالفان در واقع روحانیونی مثل کاشانی و غیره، اینها همه باعث شد که اخلال در کار حتی ایجاد بشه. عزت الله صحابی از مشهورترین چهره های در گذشته ملی مذهبی میگوید فدایان اسلام و اصولا جریان روحانیت مذهبی در مقابل جریان ملی ایستاد، یعنی کارش با همکاری با حکومت کودتا کشید، مثل آیت الله کاشانی. همیشه این تفنگ هفتیرایی که داشتن ترور میکردن روشنشون برای اجرای احکام نورانی اسلام. اسلام از نظر اونا احکام بود، معارف قرآن نبود. قرآن 500 تا آیه احکام داره ولی 6000 تا آیه معارفی داره که اخلاق بیاموزه، حکمت بیاموزه، بینش میده. اختلاف ما مثلا موقع با چیز فدایان اسلام میگو ولی اونا با سنت، روحانیت سنتی تفاوتشون سیاسی شده بودن، سیاسی بودن، این اختلاف هاشون داشتیم. خب در همین اختلافمون هرچی زمان میگذشت میدیم که اونا جلوی مصدقه وایستادن. اول همکاری کردن واقعا نهضت ملی شدن نفت و خیلی فدایاتوش، ولی به محض اینکه ملیون اومدن روی کار اینا دیگه وایستادن جلوشون، دیگه تا حدی که میخواستن ترور کنن به مصدق دستشون نرسید، فاتحی رو ترور کردن، این کار کردن دیگه. بنابراین این جریان مذهبی بود که جلوی نهضت ملی وایساد، نه اینکه نهضت ملی علیه مذهب اقدام کرده باشه. این سخن عزت الله صحابی رو بذاریم کنار سخن آقای علی خامنه‌ای درباره نواب صفوی. اونی که در دوره جوانی من خیلی رو من اثر گذاشت در درجه اول مرحوم نواب صفوی بود. من 15 سالم بود، به شدت تحت تاثیر شخصیت او قرار گرفتم. خب نتیجه این می شود که اصولا روحانیت حاکم در ایران به هیچ حرکت ملی اعتقادی نداره، با اونجا که منافعش اقتضا کنه، مثلا بحث ملی شدن صنعت نفت که دیگه کسی نمیتونه مخالفش باشه، میاد وسط سعی میکنه از طریق عواملش مثل همین آقای عبدخدایی از آن خودش بکنه اون نهضت. اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینت بهش دادن و اسمش آیت الله گذاشت. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنند به وجود اون، اون هم مسلم نبود. من در اون روز در منزل یکی از علمای تهران بودم که این خبر را شنیدم که یک سگی را عینت دادن و به اسم آیت الله توی خیابان ها میگردونن. من به اون آقا عرض کردم که این دیگه هم مخالفت با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد. و طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد. باری بازگردیم به دکتر حسین فاطمی. از مهر 1331 است که حسین فاطمی به عنوان یک چهره تند ضد استعماری مطرح میشه. مهر 31 وزیر خارجه وقت استعفا میده و مصدق از حسین فاطمی که معاون پارلمانیشه و سخنگوشه میخواد که بشه وزیر خارجه. با حسین فاطمی در رأس وزارت خارجه است که اسناد جاسوسی انگلیس در ایران کشف میشه. دکتر فاطمی فوراً دستور بستن سفارت انگلیس و اخراج همه کارکنان سفارتخونه رو میده. 10 ماه وزیر خارجه است.
مهمترین عضو هیئت دولت و شاید نزدیکترین کس به محمد مصدق و سخت ضد سلطنت شده دیگه. اون که قبلا مخالفتی با سلطنت نداشت، چنان تبدیل شده بود به مخالف سلطنت که معروف است وقتی در 25 مرداد 32 شاه از ایران رفت، او همه کاخهای سلطنتی رو قفل کرد و آمد پیش مصدق و از او خواست که اعلام جمهوری کنه که مصدق قبول نمیکنه و میگه من آمدم اینجا نشستم که تندروی‌ها رو جلوشو بگیرم. با پیروزی کودتا در 28 مرداد سال 32 دکتر فاطمی مخفی میشه تا ششم اسفند، حدود 6 ماهی، کمتر از 6 ماهی. 6 اسفند 32 دستگیر میشه و به دفتر فرمانداری نظامی تهران برده میشه. همونجا برای بار دوم ترورش میخوان بکنن. فریدون مظاهر تهرانی در گفتگوی در روزنامه شهر که بارها و بارها تجدید چاپ شده این گفتگو که شاهد ماجرا بوده است، نوشته است ناگهان شعبان جعفری و یارانش با چاقوهای برهنه به دکتر فاطمی حمله ور شده و ضرباتی چند وارد کردند. خانمی که بعدا فهمیدم خانم سلطنت فاطمی خواهر دکتر فاطمی است و از طریق خبر رادیو مطلع شده بود که برادرش را دستگیر کرده و به محل دفتر فرمانداری نظامی آورده اند، خود را به آن محل رسانده که مصادف با حمله چاقوکشان به دکتر فاطمی شده و خود را سپر بلا کرده بود. حمله کنندگان 6 ضربه به دکتر فاطمی و 11 ضربه به خانم سلطنت فاطمی وارد کردند. دکتر فاطمی را در حالی که روی زمین افتاده بود و خون از بدنش جاری بود با همون جیپی که آورده بودند از محل دور کردند. در آن تاریخ رئیس کل شهربانی، سپهبد مهدی قلی علوی مقدم، فرماندار نظامی تهران سرتیپ تیمور بختیار و فرمانده گارد شاهنشاهی سرتیپ نعمت الله نصیری بودند. دکتر حسین فاطمی رو 7 مهر 1333 محاکمه غیرعلنی میکنن در دادگاه و به اتهام اقدام برای برکناری شاه و اقدام علیه سلطنت در 19 آبان 33 اعدام میکنن که البته تب داشته و بیمار بود و اعدام در اون وضع جسمی انتقادهایی را برمی‌انگیزه همون وقت. مهمان امشب آقای محمد امینی هستن، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. آقای امینی خوش آمدید به این برنامه. درود بر شما و بینندگان ارجمند و هممیهنان گرامی. آقای امینی اجازه بفرمایید که پرسش اول را از فیسبوک صفحه آخر بشنویم، باز میگردیم و پاسخ را از شما خواهیم خواست. علت مخالفت مذهبیون تندرو و روحانیونی مانند کاشانی با دکتر فاطمی چه بود؟ بله، این همون پرسشی است که در جریان گزارشی هم که بنده داشتم میدادم مطرح کردم که گفتم از مهمان محترم برنامه خواهیم پرسید. در واقع این است که این سوال کلی تری بود که دوست فیسبوکی مطرح کرد، همون چیزی که بنده گفتم که چرا فدایان اسلام اصلا ترور کردن دکتر فاطمی رو. خواهش می‌کنم بفرمایید. فاطمی از نه از جوان‌ترین عضو کابینه مصدق بود و به دلیل جوانی با ایده های مدرن تری خیلی آشنا بود و عنصری بسیار رادیکال در میان یاران مصدق به شمار می آمد و برخلاف کسانی مانند کاظمی که افراد بسیار متعصب باورمند مذهبی بودند، گواهی بر این که آقای فاطمی، زنده یاد فاطمی، باورهای خیلی تندروی مذهبی داشته باشه در دست نیست. از این روز که بسیاری از روحانیون تندرو و کسانی مانند کاشانی فاطمی رو از شمار افرادی که میتواند مصدق رو از اونها دور کنه یا گوش مصدق رو از اونها بگیره و بیشتر سخنان خودش رو در ذهن مصدق وارد بکنه، از این شمار میدانستند و واقعیت هم چنین بود که در میان یاران مصدق فاطمی نماینده جناح تندرو و کسانی مانند کاظمی و شایگان و دیگران یا صدیقی جناح‌های معتدل‌تر به شمار می‌آمدند و از این رو از همون آغاز یک دشمنی جدی با فاطمی وجود داشت. فدایان اسلام یک گروهی داشتند که این گروه
در واقع خودش رو به عنوان نماینده سیدهای رادیکال ایران میدانست. یعنی اینها فکر میکردن هر سیدی پسرعموی اونهاست، و چون فاطمی هم در یک خانواده دنیا آمده بود که پدرش سید بود، او رو هم جزء این جمع حساب میکردن، و به همین دلیل هم دوری او رو از گروه خودشون یک نوع دشمنی یا یک نوع خیانت قلمداد میکردن. در اینجا لازمه یه تذکری هم بدم، چون برنامه شما رو گوش میکردم، این سخنان آشفته آقای عبد خدایی است که گویا فدایان اسلام بودند که باعث شدند نفت ملی بشود. اجازه دارم که اینو خواهش بکنم، تمنا میکنم همین پرسشی بود که من بعد از خواهی میخواستم ازتون بپرسم. بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید، ایشون خب شاید اون موقع بچه بوده، پدرش نامه‌ای نوشته بعد از دستگیریش به باختر امروز و تقاضای عفو کرده از فاطمی، یعنی به نامه‌ای به خود فاطمی نوشته که در بیمارستان بوده و تقاضای گذشت کرده از فاطمی، و در این نامه گفته پسر من جوان هست، 13-14 سال، بیشتر نداره و تو کلاس چهارم ابتدایی بیشتر درس نخونده. حالا این آقا چهرکی امروز استاد برجسته دانشگاه و پژوهشگر شده، خدا میداند. اما واقعیت این است که موضوع ملی شدن صنعت نفت یک موضوع چندین ماهه بود و هیچ پیامد ترور رزمارا به شمار نمی آمد. این موضوع چندین ماه از حدود خرداد ماه 1329 در کمیسیون نفت، کمیسیون خاص نفت که 18 نفر رو مجلس انتخاب کرده بود، مورد بررسی قرار گرفته بود، و در آغاز کار بیشتر اعضای این کمیسیون مخالف ملی کردن صنعت نفت بودند و گام به گام مصدق اونها رو یا قانع میکنه و یا زیر فشار اون طغیان اجتماعی که در اون جامعه وجود داشته، اون شور و شوقی که برای ملی شدن صنعت نفت در ایران وجود می‌داشته، یک به یک اونها به سوی ملی شدن صنعت نفت متمایل میشن، تا سرانجام در پایان پیش از کشته شدن رزمارا، کمیسیون تقریبا 3 هفته پیش از کشته شدن رزمارا، کمیسیون نفت به اتفاق آرا هر 18 نفر به سود ملی شدن صنعت نفت رأی میدهند، و گزارش این رو دکتر مصدق مکی در واقع به مجلس ارائه میده و دوباره رأی گیری دیگری در کمیسیون می شود و سپس این رأی به مجلس واگذار میشه. در مجلس هیچ کس جرأت مخالفت با ملی شدن صنعت نفت رو نداشته، نه به دلیل گلوله فدایان اسلام، نه به دلیل اینکه دوات قرمز خریده بوده نواب صفوی و این مقدار رج زده بوده که اون هم معلوم نیست تا چه اندازه درست باشه، چون یک نمونه از این نامه امروز در میان این همه نامه هایی که گویا فرستادن به جای نمانده که کسی اون رو در بایگانی نشون داده باشه، بلکه به دلیل شور و شوق بزرگی که در ایران برای دومین بار بعد از مشروطه به وجود آمده بود و یک ملتی احساس مالکیت میکرد نسبت به ملی کردن صنعت نفت، نفت رو از آن خود میدانست، و این است که حتی آدمهای انگلیسی مجلس هم به سود ملی شدن صنعت نفت رأی دادند. بله، اجازه بفرمایید که پرسش دیگری از دوستان فیسبوک بشنویم، برمیگردیم خدمت شما آقای امینی. بله. لطفاً از مهمان برنامه سوال کنید که شاه تا چه اندازه از ملی شدن نفت حمایت میکرد. آقای امینی، خواهش میکنم. شاه در آغاز کار کوشش بسیاری کرد که جلوگیری کنه از ملی شدن صنعت نفت، و حتی به دلیل اینکه رزمارا با طرح ملی شدن صنعت نفت مخالفت میکرد، در آبان ماه سال 1329 از شاه مدال گرفت. هیچ نشانی که هیچ دلیلی برای گرفتن اون وجود نداشت، و خیلی از پژوهشگران بر این باور هستند که این نشان به دلیل وفاداری رزمارا به جلوگیری از ملی کردن صنعت نفت به او داده شده. در آغاز کار البته پس از تصویب ملی شدن صنعت نفت، شاه هم با این حرکت همراه شد و فوراً اون رو امضا کرد، توشیح کرد. ولی در دیداری که شاه 3 هفته پس از آغاز زمامداری مصدق در خرداد سال 1332 با سمفال در
یعنی یکی از نمایندگان، یکی از شخصیت‌های برجسته سفارت بریتانیا در ایران داشته، به او در واقع مژده میده یا وعده میده که دولت مصدق چند ماهی بیشتر در ایران نخواهد موند، بر قدرت نخواهد بود و زود کنار خواهد رفت و طرح ملی شدن صنعت نفت در ایران اجرا نخواهد شد. این در گزارش‌هایی که در اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا موجود هست، اسنادی که غیر محرمانه شده به چشم میخوره. یعنی شاه در اون دیدار که گویا تازه از یک سرماخوردگی هم رهایی پیدا کرده بوده، این گفتگو رو با معاون یا یکی از کارکنان سفارت برجسته سفارت بریتانیا میکنه، معاون سفیر یا یکی از کارکنان برجسته، و او هم در گزارش خودش این رو منعکس کرده. شاه همراهی جدی با ملی شدن صنعت نفت نداشت. یعنی تمام اسنادی که در این باره، منظورم این است که نوشته هایی که در این باره هست، اینها همه دروغ پردازی است آقای امینی؟ منظورم میدونید، به طور مشخص بذارین عرض کنم خدمتون، به طور مشخص اون مخالفتی است که شاه در دهه 50 با استیلای مطلق کمپانی های نفتی غرب و آمریکایی در ایران داشته. برید شاه در یادداشت‌های خودش، خاطرات و نوشته‌ها و سخنرانی‌های خودش چندین موضوع گرفته. گاه مدعی شده که اصلاً ملی شدن صنعت نفت کار خود او بوده. گاه مدعی شده که ملی شدن صنعت نفت یک کژراهی در ایران بوده و به ایران زیان زده. و بعد بارها چندین بار نفت رو دوباره ملی کرده، به اصطلاح ملی کرده. و جالب اینجاست که در آخرین باری که شاه نفت رو ملی میکنه، آگهی های بلندی در روزنامه های ایران از طرف کمپانی هایی که دارایشون ملی شده در شادباش به این عمل شاه به چاپ میرسه. موضع شاه موضع دقیقی نیست، موضع استواری نیست. شاه اصولا در تمام دوران زندگی خودش و پادشاهیش نوسان خیلی داشته، برخلاف پدرش که روی هم رفته یک موضع استواری در مورد مسائل میگرفته، شاه دارای موضع استوار در بیشتر زمینه ها نبوده و بستگی به اینکه چه شرایطی پیش می آمده موضع می گرفته. به همین دلیل هم در دوران رشد جنبش ملی شدن صنعت نفت و در آغاز کار مصدق دست کم در ظاهر از او پشتیبانی می کنه و حاضر به همکاری با طرح اولیه دولت بریتانیا برای براندازی مصدق خیلی پیش از 28 مرداد نمیشه. شاید هم از بیم و هراس این که پیامد اون چه باشه، ولی از هر فرصتی برای تضعیف دولت مصدق استفاده میکنه. خوشبختانه گزارش های امروز، گزارش هایی که ترجمه شده از مذاکراتی که علا وزیر دربار با سفیر ایران، سفیر آمریکا در ایران در اون دوران میکرده، اینها در دست هست. یعنی تمام این اسناد امروز غیر محرمانه شده و به فارسی هم در دو جلد برگردانده شده و نشان میدهد که در تمام درازای دوران 28 ماهه زمانداری مصدق از سوی دربار مذاکراتی برای ناتوان کردن دولت مصدق در جریان بوده و شاه در برابر طرح ملی شدن صنعت نفت قرار داشته و حتی وعده میدهد به سفیر بریتانیا که جلوگیری کنه از اجرای طرح ملی شدن صنعت نفت. یعنی حالا که این نفت ملی شده، دست کم برای جلوگیری از طرح ملی شدن صنعت نفت کوشا باشه. آقای امین، اجازه بفرمایید که در پیوند با اختلاف مصدق و شاه است و نقش مجلس در این زمینه، پرسشی از دوستان فیسبوکی داریم بشنویم. واقعه 9 اسفند سال 1331 و اختلاف عمیقی که بین شاه و مصدق ایجاد شده بود، مجلس برای رفع اختلاف این دو و رفع شبهاتی که درباره قانون اساسی مشروط وجود داشت، هیئت 8 نفری را تشکیل داد. گزارش این هیئت اگر در مجلس تصویب می شد، احتمالاً خیلی اتفاقات بعدی پیش نمی آمد. چرا این گزارش تصویب نشد؟ بفرمایید آقای امینی، خواهش می‌کنم. پرسش بسیار بسیار مهمی است. همانجور که میدانیم و اسناد نشان میدهد و من در کتاب سوداگری با تاریخ اونها رو نشان دادم، در خود 9 اسفند در آغاز کار شاه سودای رفتن به خارج داشت و مصدق بود که با رفتن شاه مخالفت داشت. بعد تمام اسناد گواه بر این است که تا بامداد 9 اسفند شاه در توطئه حمله به خانه مصدق شریک نبود، دست نداشت و جدا قصد داشت که از ایران خارج بشه. سند اینک در دست ماست که در 3 روز پیش از رویداد 9 اسفند علا با
سفیر ایالات متحده در آمریکا، ایالات متحده آمریکا در ایران نهار می‌خورده که شاه به سفارت زنگ میزنه و به او سفارش میکنه که به سفیر بگه که این خبر رفتن او از ایران به هیچ جا درز نکنه، چون اگر این خبر درز بکنه شاید نیروها و گروه‌های جلوگیری از سفر او به خارج بکنن. شاه جدا می‌خواسته از ایران خارج بشه، خاطرات سرایا همچنین رو نشان میده. و مصدق پس از رویداد 9 اسفند جدا باور می‌کنه که شاه از ابتدا شاید در این توطئه دست داشته و میانه شاه و مصدق برای همیشه تیره میشه و برای نخستین بار در تاریخ مشروطه ایران در بامداد نوروز اون سال مصدق نخست وزیر با پادشاه مملکت دیدار نمی کنه، که این رسمی بوده که هر سال در تمام دوران پس از مشروطه انجام می شده. حتی پیش از مشروطه هم صدر اعظم به دیدن شاه می رفته در بامداد در نخستین روز پس از نوروز. در به دنبال این موضوع کسانی بران می شوند از نمایندگان مجلس، از فراکسیون های گوناگون مجلس که این اختلاف رو کاهش بدن. یک گروه 8 نفره انتخاب می شود که در این گروه 8 نفره از 3 گروه طرفداران دربار، از فراکسیون نهضت ملی و از جناح‌های به اصطلاح بی‌طرف درش درگیر بودند و در تمام جلسات این گروه 8 نفره همه اونها شرکت میکردند جز در جلسه نهایی که بقایی حاضر به شرکت نمیشه و 7 نفر رأی میدهند به اینکه مصوبه‌ای رو تایید میکنند، طرحی رو تایید میکنند که در اختلاف میان شاه و مصدق حق با مصدق است و شاه یک مقام تشریفاتی است و نخست وزیر هست که مقام اجرایی مملکت به شمار می آید و بنا می شود که این مصوبه رو در ارزیابی از قانون اساسی به مجلس ببرند و مجلس این رو تصویب بکنه. گروه تندرو درباری در مجلس اجازه نمی دهد از اسفند از پایان اسفند 1331 تا خرداد 1332 جز یک مورد برای تعیین نماینده در شورای یا کمیسیون انتشار اسکناس اجازه نمیدهد که مجلس به حد نصاب برسه و این طرح به رأی گذاشته بشه. و یکی از دلایلی که مصدق تصمیم به انحلال مجلس هم میگیرد در همین است که مجلس اساساً قدرت اجرایی دیگه نداشته و این طرح اگر تصویب میشده در واقع شاه دیگه دارای قدرت اجرایی به طور رسمی نبوده، یعنی مجلس تفسیر درستی رو از قانون اساسی مشروطه به کرسی نشانده بوده و راه رو بر هر گونه دخالت دربار بر در سیاست اجرایی کشور میبسته و این است که طرفداران دربار در مجلس از این کار جلوگیری میکنند و حتی در یک مورد کار به کتککاری میرسه، یعنی نماینده دیگری که از کرمان به جای بقایی که جای خودشو عوض کرده بوده نماینده تهران شده بوده وارد مجلس میشه، میراشرافی و طرفداران بقایی او رو کتک میزنن و از مجلس بیرون میکنن و مجلس از رسمیت میفته. آقای امین اجازه بدید در این 3-4 دقیقه که فرصت داریم بازگردیم به دکتر فاطمی. آقای ذوالفقاری در فیسبوک صفحه آخر نوشتن که نظر شما در رابطه با اسناد جدید که فاطمی را مأمور انگلیس میخواند چیست؟ ببینید این اسناد جدید هیچگاه فاطمی رو مأمور انگلیس نخوانده. این اسناد که اسنادی است که مرکز استراتژیک دانشگاه جورجتان بعد از سو کردن دولت آمریکا و CIA به اون دست یافته، از جمله در اونجا از زبان گزارشگران ستاد CIA در تهران میگوید که انگلیسی ها گویا یا فاطمی یا کس دیگری رو در درون دو کابینه مصدق با خودشون دارن. این برمیگرده به سخنانی که سالها پس از اون در خاطرات وودهاوس که مسئول MI6 یا اینتلیجنس سرویس انگلیس در ایران بوده و در مصاحبه های اون گزارش شده. وودهاوس میگوید که ما کسی رو به نام عمر با اسم مستعار عمر در کابینه داشتیم. CIA تصور میکرده که شاید این آدم فاطمی باشه، که هیچ دلیلی برای این موضوع نه تنها وجود نداره، دشمنی فاطمی با انگلیس ها تا جایی است که وقتی که عبد خدایی او رو ترور میکنه، کسانی که او رو در با ماشین به بیمارستان میبردند گزارش دادند و از جمله
گزارش دهنده مهم این مطلب که خاطرات خودش رو هم در 4 جلد منتشر کرده و اون زمان خبرنگار و بعدها سردبیر باختر امروز بوده، میگوید که در همون ماشین و پیش از اون در هنگامی که به زمین افتاده بود، فاطمی گفت که دیدید آخر انگلیسی ها مرا کشتند. کسی که در واقع مأمور انگلیس در کابینه بوده ولی عضو کابینه نبوده، به دلیل اینکه در مواردی فاطمی نمیتوانست در جلسات شرکت کنه او شرکت میکرده، به نظر میآید که غلام عباس آرام باشه که از نوجوانی با انگلستان ارتباط داشته، اصلا با کمک دولت بریتانیا از کرمان به هندوستان رفته، 30 سال در هند با همکاری انگلیسی ها زندگی میکرده و بعد تا سن 30 سالگی هم تا سن ببخشید 30 سال نه 20 سال با اونها همکاری میکرده و تا سن گویا 35 سالگی 36 سالگی اصلا شناسنامه ایرانی نداشته و حتی مصدق وقتی که از نواب وزیر امور خارجه در دورانی که دوران کوتاهی که نواب حسین نواب وزیر امور خارجه می شود، در دور دوم نخست وزیری مصدق درخواست میکنه که آرام رو کنار بگذاره، علا پادرمیانی میکنه و با نامه‌ای که می نویسه مصدق اصرار میکنه که آرام در شغل خودش باقی بمانه. به نظر من آدم انگلیسی‌ها در کابینه مصدق غلام عباس آرام است که رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه بوده در اون هنگام. یک دقیقه فرصت داریم آقای امین، خواهش می‌کنم بفرمایید که رابطه فدایان اسلام با دربار چگونه بود زمانی که حسین فاطمی ترور میشه؟ نواب صفوی 2 بار با شاه دیدار کرده بوده. در بار نخستی که با شاه دیدار میکنه که پس از رویدادهای آذربایجان هست، در اونجاست که در اتاق انتظار کاخ با پدر همسرش که یکی از کسانی بود که در جریان شورش مشهد در دوران رضا شاه مسجد گوهرشاه دست داشته، با او آشنا میشه و بعدا خواستگاری میکنه از دختر او. بار دوم 2 هفته پیش از ترور ترور رزمارا است که خود او در واقع در دادگاه نظامی از زبان وکیلش آقای جهان نقل شده که گفته که من بله با شاه دیدار کردم. فدایان اسلام دشمنی چندانی با شاه نداشتن، روابط اونها بیشتر با نیروهای ملی دشمنانه بود نه با دربار. سپاسگزار آقای محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، ممنونم ازتون. سپاسگزارم. پرده آخر. ضمناً ما نفهمیدیم این آقاه پشت سر زنگنه که گاهی سر و کلش پیدا می شد و یه چیزایی می گفت وظیفش چی بود. شب و روزگار خوش.